من یک معلم میمانم و تو یک زندانبان. زئوس خدای خدایان فرمان داد تا پرومته نافرمان را به بند کشند. این گونه بود حکایت من و تو، اینجا آغاز شد. تو میراث‌خوار زندانبانان زئوس گشتی تا هر روز نگهبان فرزندی از سلاله آفتاب و روشنی گردی و برای من و تو زندان دو معنای جداگانه پیدا کرد. دو نفر در دو سوی دیوار با دری آهنی و دریچه‌ای کوچک میان آن، تو بیرون سلول، من درون سلول. حال بهتر است همدیگر را بهتر بشناسیم. من معلمم. نه، من دانش آموز صمد بهرنگیم، همان که الدوز و کلاخ ها و ماهی سیاه کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بیاموزد. او را می شناسی؟ می دانم که نمی شناسی. من محصل خان علیم، همان معلمی که یاد داد چگونه خورشیدی بر تخته سیاه کلاس من بکشیم که نورش خفاش ها را فراری دهد. می دانی او که بود؟ من همکار بهمن عزتیم، مردی که همیشه بوی باران می داد و انسانی که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهایش با اولین باران پاییزی بیاد او می افتند. اصلا می دانی او که بود؟ دانم که نمیدانی. من معلمم. از دانش آموزانم لبخند و پرسیدن را به ارث برده ام. حال که مرا شناختی، تو از خودت بگو. همکارانت که بوده اند؟ خشم و نفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای؟ دستبند و پابندهایت از چه کسی به جا مانده؟ از سیاه چالهای زهاب؟ از خودت بگو، تو کیستی؟ فقط مرا از دستبند و زنجیر و شلاق، از دیوارهای محکم 209، از چشمهای الکترونیکی زندان، از درهای محکم آن مترسان. دیگر هیچ حراسی در من ایجاد نمی کنند. عصبانی مشو، فریاد مکش، با مشت بر قلبم مکوب که چرا سرم را بالا میگیرم. داستان مشت تو را بیاد دارم. مرا مزن که چرا آواز میخوانم. من کردم، اجداد من عشقشان را، دردهایشان را، مبارزاتشان را و بودنشان را در آوازها و سرودهایشان برای من به یادگار گذاشته اند. من باید بخوانم و تو باید بشنوی. تو باید به آوازم گوش دهی. میدانم که رنجت میدهد. مرا به باد کتک مگیر که انگام راه رفتن صدای پایم میآید.
آخر مادرم به من آموخته با گام هایم با زمین سخن بگویم، بین من و زمین پیمانی است و پیوندی که زمین را پر از زیبایی و پر از لبخند کنم. پس بگذار قدم بزنم، بگذار صدای پایم را بشنود، بگذار زمین بداند من هنوز زنده ام و امیدوار. قلم و کاغذ را از من دریغ مکن، میخواهم برای کودکان سرزمینم لالایی بسرایم سرشار از امید. پر از داستان صمد و زندگیش، خان علی و آرزوهایش، از عزتی و دانش آموزانش میخواهم بنویسم. میخواهم با مردمم سخن بگویم از درون سلولم. از همین جا میفهمی چه میگویم؟ میدانم به تو آموختند از نور، از زیبایی ها، از اندیشه و اندیشیدن متنفر باشی، اما نترس، به درون سلولم بیا، مهمان سفره کوچک و پاره من باش. ببین من چگونه هر شب همه دانش آموزانم را مهمان می کنم، برایشان چگونه قصه می گویم. اما تو که اجازه نداری ببینی، تو که اجازه نداری بشنوی، تو باید عاشق شوی، باید انسان شوی، باید این سوی در باشی تا بفهمی من چه میگویم. به من نگاه کن تا بدانی فرق من و تو در چیست. من هر روز بر دیوار سلولم دستان دلدارم را و چشمان زیبایش را می کشم و انگشتانش را در دست می گیرم و گرمی زندگی را در دستانش و انتظار و اشتیاق را در چشمانش می خوانم. اما تو هر روز با باتوم دستت انگشتان نقش بسته بر دیوار را میشکنی و چشمان منتظرش را در میآوری و دیوار را سیاه میکنی. دنیای تو همیشه تاریکی و زندان خواهد بود و شعور نور آزارت خواهد داد. من ماهاست چشم انتظار دیدن یک آسمان پرستاره ام، با ستاره های یاغی که در تاریکی از این سوی آسمان به آن سوی آسمان پر بکشند و سینه سیاهی را با نور بشکافند. اما تو سالهاست در تاریکی زندگی می کنی، شب تو بی ستاره است. می دانی آسمان بی ستاره یعنی چه؟ آسمان همیشه شب یعنی چه؟ این بار که به 209 برگشتم، به درون سلولم بیا، من برایت آرزوها دارم، نه از رنگ دعاهای تو که سراسر آتش است و ترس از جهنم. آرزوهای من پر از امید و لبخند و عشق است. به درون سلولم بیا تا راز آخرین لبخند عزتی را پای چوبه دار برایت بگویم.
میدانم که باز زندانی بند 209 خواهم شد، در حالی که تو با همه وجود پر از کینه‌ات بر سر من فریاد میکشی و من باز دلم برای تو دنیای حقیری که دورت ساختن میسوزد. من برمیگردم در حالی که یک معلمم و لبخند کودکان سرزمینم را هنوز بر لب دارم. من برمیگردم. فرزاد کمانگر، زندان رجایی شهر، 27 دی 1380. تشيف بينا دروازة ويتشيف بينا دروازة خمين ناي ناي دواي ناي دواي ناي كواري ياري دلبان من مالو شاو